یک کار مثبتی انجام بده تا در شخصیت تو این جا بیفته و بتونن عادت بد تو رو همچی از شخصیت تو بگیره. و مطمئنن ما میدونیم که روح القدس در ما کار میکنه. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، به سری جدیدی از برنامه کتاب مقدس برای همه خوش آمدید. من حسام مرتضوی با درس جدید دیگری در خدمت شما خواهم بود. امروز به بخش رسالات شبانی رو میرسیم که سومین نامه رو میخوایم بررسی کنیم. نامه‌ای که به یکی از خادمان که همکار پولس رسول هست و در خدمات بشارتی، در خدمات مربوط به کلیسا و همینطور در به عنوان فرستنده پولس رسول به جاهای مختلف میرفت، یعنی تیتوس، آشنا خواهیم شد. مطمئناً همونطور که ما درس‌های عالی از رساله به تیموتائوس فرا گرفتیم، با شخصیت او آشنا شدیم، با نقاط قوت او آشنا شدیم و بعضی شاید بخشایی که ضعف داشت ایشون و احتیاج به تشویق داشت با اونها آشنا شدیم. و امروز هم وقتی که می‌خوایم رساله به تیتوس رو بررسی کنیم، یه مقدار زمینه رو در مورد این شخص بررسی خواهیم کرد. به محل خدمت او خواهیم رفت که متصدی کدوم کلیسا بود، در کجا بود این کلیسا و همینطور پیام‌هایی که این نامه داره به این خادم و میتونه امروز هم برای ما خادمین و ایمانداران به مسیح واقعا پیام داشته باشه، اونها رو بررسی خواهیم کرد. نام تیتوس در کجای اعمال رسولان قید شده؟ در پاسخ این سوال باید بگیم که در هیچ جای اعمال رسولان. یعنی اسم تیتوس در کتاب اعمال رسولان که یک کتاب بشارتی کلیسا بود نیومده و تلاش نکنید که بخواد او رو در اونجا پیدا کنید، بلکه اسم او باید در فقط در نامه های پولس رسول یافت میشه و از 13 باری که ایشون در عهد جدید اسم برده شده ازش، 9 بار در کتاب دوم قرنتیان هست و فکر میکنم نشون میده که این خادم همکار پولس به نظر در کلیسای قرنتوس هم فعالیت‌های زیادی داشته و تاریخ هم به ما اینو میگه، کتاب‌های پولس رسول، نامه‌هاش هم به ما این رو میگه که پولس رسول بارها تیتوس رو برای خدمت به قرنتوس اعزام کرد و به هر حال مأموریت‌هایی که داشت ایشون داشت اونجا انجام میداد. خیلی جالبه، من وقتی که رساله دوم قرنتیان باب 7 رو میخونم یادم هست که هر وقت میخوندم به یک اسم تیتوس برخورد میکردم و خیلی یک انگیزه، یک مثالی مثل که به من میداد که من اونو خیلی به کار میبردم. پولس در باب 7 آیه 5 میگه که ما در مقدونیه خیلی با مشکلات روبرو شدیم. ها، ترسایی اومد و فشارهایی بر ما شد که خیلی طاقت فرسا بود. و بعد میگه که ما در این فکر بودیم که چه کار کنیم، مسیر خدمت ما چجور باید باشه، ولی خدا ناگهان ما رو به یک صورت عجیبی تسلی بخشید و دلگرم کرد. سوال این میشه که چطور خدا، به چه وسیله؟ آیا واقعا از طریق آسمان، از طریق یک مکاشفه، از طریق یک تسلی واقعا روحانی؟ ولی اگه بخونید در اون باب 7 آیه 5 و 6 می‌نویسه که با آمدن تیتوس خداوند ما رو دلگرم کرد، ما رو شاد کرد. و من همیشه فکر می‌کردم وقتی می‌خواستم مثال بزنم در مورد اینکه ما انسان‌ها واقعاً ایمانداران چقدر می‌تونیم برای هم باعث برکت، باعث تقویت، باعث بنا و باعث تشویق باشیم، یادمه که این آیه رو به کار می‌بردم. می‌گفتم که آیا شما فکر می‌کنید که ما خودمون می‌تونیم برای هم سبب تشویق و دلگرمی باشیم؟ آیا حضور ما برای همدیگه میتونه همچون نقشی رو در زندگی دیگری بازی کنه؟ پولس خودش پدر روحانی هست، خودش مرد تجربه در ایمانه، خودش شخصی بوده که با تمام فشارها، رنجها و آزار و اذیتها روبرو شده، شخص کمی نیست. ولی در فشارها خداوند او رو از طریق همکار جوانش تسلی میبخشه. تیتوس آمد میگه دل ما رو شاد کرد، از دیدن او شاد شدیم و همینطور که خبرهای خوبی از شما به ما داد باعث دلگرمی و بنا و تقویت ما شد. خیلی جالبه، نقش تیتوس برای من همیشه جالبه در این عبارتهایی که میشنوم. تیتوس خودش یونانی بود و از اهالی انطاکیه سوریه بود
که توسط پولس رسول ایمان آورده بود و بعد وارد خدمت شده بود. ایشون پولس وقتی که میخواست بره به سمت اورشلیم، داستانش در کتاب غلاطیان، نامه غلاطیان اومده، باب 2 آیات 1 تا 5. وقتی که به اونجا مراجعه کنید میبینید که پولس داره به غلاطیان در مورد رسالت خودش، در مورد تایید این رسالت که از خداوند یافته و همینطور از رسولان دیگه که ارکان بودن در کلیسای اورشلیم، میره به سراغ اونها تا واقعا اون دست دوستی رو با اینها بده و اونها بتونن خدمت خودشون رو ادامه بدن و بدونن که مورد تایید کلیسای اورشلیم هم که کلیسای مادر بود هستن. این خیلی جالب بود و اینو به غلاطیان می نویسه تا بدونه که رسالت او مورد تایید و خودش همینطوری این رسالت رو به دست نیاورده. خیلی جالبه که وقتی پولس به اورشلیم میره و همزمان هم هست با شورای اورشلیم، که اونجا بحث در این شورا بود که برای کسایی که از امتها ایمان میارن ما چه دستورایی باید داشته باشیم، ما چه به اصطلاح مرز و محدوده‌ای برای اونها باید بذاریم، و همونطور که قبلا خوندیم در کتاب اعمال هم خوندیم، صحبت سر این بود که خیلی از یهودیان اعتقاد داشتن که امتها رو سری نباید پذیرفت در به اصطلاح ایمانشون، بلکه برای اینکه پاک زندگی کردن رو بدونن، برای اینکه احکام رو بدونن، چون از زمینه بت پرستی میان، خوبه که اول یک سری شریعت رو به اصطلاح انجام بدن و بعد کاملا مسیح بشن. یعنی فرمول اینجور بود که یک شخصی که از امتها هستش اول یهودی میشه و بعد مسیحی میشه. و در شورای اورشلیم که در باب 15 اعمال هستش، یعقوب که اسقف کلیسای اورشلیم بود، همه خادمان رو اونجا جمع میکنه و گزارش میدن رسولان و مبشرین تا بتونن به یک نتیجه و یک حکمی برسن. خیلی جالبه که پولس در اون جلسه وقتی میره به اورشلیم، تیتوس رو با خودش میبره. چرا؟ برای اینکه یک شخصی رو میخواد اونجا به عنوان نتیجه بشارت خودش اونجا یک شاهد ببره که خدا در میان امتها کار کرده و ما چرا باید دوباره یوغ شریعت رو بر اینها بگذاریم. اون شخصی که ایشون برد در شورا کی بود؟ تیتوس بود. میدونست که ایشون یونانی الاصله، هیچ ریشه یهودی نداره، خدا او رو نجات داده، برای به اصطلاح یکی از ثمرات ایمان آورده بود در اون شورا. این شخص واقعا شخص وفاداری بوده. در بخش‌های مختلف نامه های پولس میبینیم که مرتب در حال رفتن، آمدن، بردن گزارش، بردن نامه، بردن پیام به کلیساها و آوردن خبرهایی از کلیسا هستش. مرتب، مخصوصا میگم نقش او در کلیسای قرنتوس، که دیدیم این کلیسا چقدر مشکلات داشت، چقدر واقعا چالش ها داشت و خیلی هم متنوع بود و بارها هم پولس به اونها نامه نوشت و بعضی موقع حتی عصبانی شده بود که اینها چقدر ازش انتقاد میکنن، پشت سر او صحبت میکنن و چقدر تحت تأثیر معلمین دروغین هستن. تیتوس بارها به این کلیسا رفت. تیتوس در اول شروع کلیسا هم سعی میکرد که اونجا باشه و بتونه خدمتی برای پولس و برای خداوندش عیسی مسیح انجام بده. ایشون وقتی که پولس رسول از زندان اول در روم، قبل از این زندانی که به مرگ او منتهی بشه، آزاد شد و تیموتائوس رو در افسوس گذاشت که به اصطلاح اونجا به عنوان نماینده پولس خدمت بکنه، و ایشون یک خدماتی در جزیره‌ای کرده بود به اسم جزیره کرت. این جزیره در مدیترانه وجود داشت و جزیره بود که به هر حال پولس تشخیص داده بود که کلام خدا باید به اون جزیره هم بره. کارای انجام شده بود ولی ناتمام مونده بود. پولس در برگشتش به اصطلاح از زندان، وقتی که میاد به این جزیره، میگه تیتوس رو میبره و تیتوس رو منصوب میکنه و مقام اون نماینده خودش رو در اون کلیسایی که در این جزیره هستن اونجا قرارش میده. مردم اون جزیره چه مردمانی بودن؟ آیا مردمانی بودن که از نظر اخلاقی خیلی خوب بودن، کار کردن باشون خیلی راحت بود و هیچ مشکل ایجاد نمی کردن؟ نه. اگه شما در همون باب اول رساله به تیتوس نگاه کنید، میبینید اتفاقا خیلی وضع خراب بود اونجا. یعنی وضع اخلاقی و به صورت سطح اون درونی اشخاصی که اونجا زندگی می کردن، جدا از اعمالی که بیرونی بود، ولی درونشون خیلی وضع خرابی بود. شاید بعضی موقع ما رو به یاد قرنتوس میاندازه، چون میگه مردم این جزیره اصلا به دروغگویی معروف بودن.
خیلی بده آدم بدونه که شهرتش یه چیز خوبی باشه و در موردش بگن که این واقعا ساکنان اینجا چقدر دروغگویان بزرگی هستن. خب خیلی مضحکه این، به خاطر اینکه یک خصوصیت منفی که عدم راستی هستش و دروغگویی، اینا زبانزد خاص و عام شده بودن. شراب این منطقه خیلی معروف بود و مردم رو تبدیل کرده بود به افرادی بسیار گردنکش، بسیار یاغی و واقعا شرارت در اونها موج میزد. پولس در اونجا توضیح میده، میگه بعضی از این به اصطلاح اشرار و سرکشان اتفاقا یهودی هستن و میگه ختنه شدگان هستن که به هیچ راهی مثل این که درست نمیشن و مرتب فکر حیله و نیرنگ و شرارتن و با این شرارتهاشون حتی خانواده ها رو دارن از هم میپاشن. چقدر شهادت بدی. پولس ادامه بده تو باب یک، میگه اتفاقا یکی از انبیای اونها، خیلی جالبه اینا حتی شریران هم برای خودشون انبیا داشتن. آدم چقدر شرایط عجیبی میبینه در کلیساهای قرن اول و ممکنه برای ما امروز تعجب‌آور باشه که وقتی ما صحبت از نبی میکنیم، از نبی خدا، از کلام خدا، از وحی که نبی میاره صحبت میکنیم، ولی اینجا پولس میگه که اونا یک نبی دارن که نبی در مورد اونها نبوت میکنه، در مورد مردمش میگه که اینا خیلی شرورن، دروغو هستن، مردمی هم شکمباره هستن و اینها. و پولس میگه که اتفاقا این شهادت راسته، چون چیزی که من میبینم ایشون خیلی دقیق گفته و مردم اهالی به اصطلاح جزیره رو خیلی خوب تصویر کرده. ولی با این وجود در این تاریکی، در این مشکلات اخلاقی که واقعا تمام جزیره رو فرا گرفته و چه امتها و چه غیر یهودیان رو در بر گرفته، کلام خدا در تاریکی رفته و ثمر آورده. سوال این هست که انجیل عیسی مسیح چطور به یک همچون جزیره رسیده؟ ما گفتیم در مورد وضعیت اخلاقی اینها و شاید خیلی خدمت راحتی نبوده در این جزیره، همونطور که در قرنتوس هم پولس مشکلاتی داشت و بعد خداوند در رویا او رو دلگرم کرد که نترس و برو و خلق بسیاری در اینجا هستن که منتظر نجات هستن. اون چیزی که به اصطلاح کتاب اعمال رسولان به ما میگه، شاید این یک مدرک معتبری باشه، وقتی در روز پنتیکاست خیلی ها رفته بودن برای این عید و در اونجا در باب 2 اعمال رسولان میبینیم که با چه عظمتی روح القدس نازل شد، ریخته شد و در اثر موعظه پتروس حدود 3000 نفر ایمان آوردن. در بین اونها در باب 2 آیه 11 میگه مردمانی از جزیره کریت هم در بین این اشخاصی که برای به اصطلاح اون زائرینی که اومده بودن به اورشلیم دیده می شدن. پس خیلی واقعا قابل قبوله به نظر ما که افرادی که برگشتن اون واقعه عظیم رو دیدن، اون نجات رو تجربه کردن و اون به اصطلاح تولد کلیسا رو اونجا داشتن، امکان نداشت که وقتی به جزیره کریت بر می گردن نسبت به این پیام ساکت باشن و هیچ بشارتی ندن. اکثریت موافق این هستن که اون ریشه اصلی به اصطلاح آوردن پیام رو همون اشخاصی بودن که از اورشلیم بعد از واقعه پنتیکاست بازگشتن. پس ما در مورد تیتوس اشاراتی که داریم مرتب در کتاب‌های یا نامه‌های پولس رسول هست و در روایات مسیحی هم نام او آورده شده. میگن ایشون به عنوان اسقف به سا کریت منصوب شده بود و سالها خدمت کرد، ولی وقتی که ما نامه پولس رسول رو به او داریم میخونیم، یک جوری داره صحبت میکنه که خدمت او در بابهای آخر، آیات آخر این رساله میخونیم، میگه که به نظر میاد خدمت او دائم نیست، موقت او رو اونجا گذاشته تا آماده بشه که شخصی دیگری بره و اونجا خدمت خودش رو شروع بکنه. ولی به هر حال چه خدمت او دائم باشه، چه خدمت او موقت باشه، اینه که تیتوس در اون مدتی که اونجا هست چه وظایفی باید انجام بده. در باب 1 وقتی ما پولس رو میبینیم که چطور سریع بعدی که او رو تیتوس رو به عنوان فرزند راستینم در ایمان توصیف میکنه، میگه من تو رو در جزیره کریت گذاشتم که بعضی ها رو نصب کنی، بر اون انتصاب رو انجام بدی در رهبری کلیسا. از یک لحاظی وقتی که تیتوس رو با اول تیموتائوس مقایسه کنیم، می‌بینیم که یک وجه اشتراکاتی بین این دو رساله هست، چون که گفتیم دوتاش
داره به خادمین جوان که مسئولیت تازه دریافت کردن رو داره یک پند و اندرزهایی میده. در این رساله باب یک هم میگه که یک به اصطلاح خادم خدا، یک شیخ کلیسا باید چه خصوصیاتی داشته باشه. خصوصیات مثبتی رو برمیشموره، صاحب یک زن باید باشه، میگسار نباشه، گفتیم خیلی ها در جزیره کریت اینطوری بودن، نیکنام باشه، اهل نزاع نباشه، مرد خدا واقعا باشه و دلش برای خدمت چیه؟ واقعا بتپه و بتونه کلیسا رو خدمت کنه. پس میگه که در اینجا هم ما باید رهبران شایسته داشته باشیم. یک کلیسای موفق، یک کلیسای سالم، یک کلیسایی که در سلامتی رشد میکنه، مطمئنن رهبران شایسته بسیار در سلامتی کلیسا نقش دارن. ما نمیتونیم هر شخصی رو، یک جوری به تیتوس میگه نمیتونی کسی رو خیلی سریع دستگذاری کنی و به اون خدمت بگماری، مخصوصا در شهری که، در منطقه‌ای که اینقدر شرارت هست. یک نفر که رهبر کلیساست باید نمونه باشه، باید تمام اخلاقیات، کردار او واقعا همطور ایمان او خیلی دقیق، درخشان و مثبت باشه و به این وسیله او حتی میتونه با کردار خودش افراد رو به سمت عیسی مسیح بیاره. در قسمت بعدی که باز ما میتونیم نکات مشترکی با تیموتائوس پیدا کنیم، مسئله که اینجا هم یک سری تعالیم دروغین، یک سری بحث‌ها و مشاجرات و اینها رو اینجا هم در اینجا می‌بینید. افرادی که به نظر میاد بیکار هستن، افرادی که شاید وقت دارن برای هدر کردن اون، میشینن و ساعت‌ها بحث می‌کنن. یهودیان هم که در اینجا زیاد بودن، مطمئناً می‌نشستن در مورد شجرنامه‌ها، افسانه‌های گذشته، چیزایی که خیلی فکر می‌کردن خیلی هم حکمت هست و معرفت اسمش می‌ذاشتن، باز می‌نشستن و وقت‌هاشون رو به بیهودگی هدر می‌دادن. پولس به تیتوس می‌نویسه که با اینها باید برخورد کنی، جلو اینها باید بیستی و خدمت تو همینه، چرا که اینها، این یاوه‌گویی‌ها آخرش باز همینطوره، کلیسا رو با مشکلاتی مواجه می‌کنه و آخرش هم به نزاع و جنگ می‌تونه برسه، در حالی که کلیسای عیسی مسیح باید در اون آرامش الهی واقعا برش حاکم باشه. در قسمت بعدی همینطور تشویق‌هایی برای خود تیتوس هستش، مثل تیموتائوس که خادمی هست اونجا تشویق میشه، تیتوس هم داره تشویق میشه. خیلی جالبه، یک آیه هستش که دقیقاً میتونیم بگیم شبیه یکی از آیاتی که به تیموتائوس هم پولس نوشته بود، میگه افرادی رو اونجا گذاشتم اونا رو خدمت کن، ولی افرادی هم هستن که گناه کردن، شرور هستن، اونها رو توبیخ کن و کسی جوانی تو رو حقیر نشمارد. خیلی جالبه که اینجا هم همون عبارتی که به تیموتائوس نوشته بود. خادم خدا در یک فضایی که میره که ناآشناست، ممکنه حس کنه پولس رسول که افرادی که اونجا هستن ایشون رو قبول نکنن، شاید خدمتی که به او سپرده شده خیلی جدی نگیرنش. اعتبار میده به خادم خودش، او رو واقعا میخواد بالا ببره، نه اینکه بگیم حالا جلال بده، ولی حداقل اعتبار او رو، اون اقتدار او رو در کلیسا میخواد به همه نشون بده. اگه جوان هست اشکالی نداره، چرا باید به او به شکل تحقیر و از بالا نگاه کرد؟ افرادی حتما بودن که خیلی متکبر بودن، مغرور بودن، میگه خیلی صورت دینداری هم اینا داشتن خیلی هاشون، ولی با کردارشون و با اخلاقیات اون رو رد میکردن، ولی اونها به تیتوس از بالا نگاه میکردن، تحقیرش میکردن. پس این پیام تشویق کننده ای که تیتوس هم دریافت کرده، بس خدا رو شکر میکنه. میبینید هم تشویق هست، هم انتساب کلیسایی هستش، هم راهنمایی هایی که اونجا داره میکنه این خادم جوان خودش رو. پس خیلی به یک عبارتی میتونیم بگیم با رساله اول تیموتائوس، اگه شما وقتی که در مطالعات شخصی خودتون میرید و این رسالات رو میخواد بررسی کنید، اول تیموتائوس رو با دوم، با تیتوس در یک جا بخونید، چون خیلی ها مشترک هستن، و دوم تیموتائوس رو که یک وصیت‌نامه است، یک پیام کاملا شخصی هست، جدا اون رو مطالعه کنید تا بهتر بتونید اون رو درک بکنید. ولی خیلی جالبه اگه ما بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم این به اصطلاح رسالات شبانی رو، میتونیم بگیم که چقدر پیام‌های کاربردی داشتن.
درسته که تعالیم زیادی اینجا دیده نمیشه در مورد الهیات مسیحی، ولی کلیسا به یه جایی رسیده که شاید تعالیم و الهیات در اون به اندازه کافی گفته شده، ولی الان فرصت این هست که کلیسا بتونه در کردار، در گفتار و همینطور در اعمال خودش این ایمان مسیحی رو بتونه به ظهور برسونه. و اینجا شما خیلی مسائل کاربردی میبینید. در پایان، شاید این دقایقی که دارم، واقعا اون چیزی که در دلم هستش و خودم هم خیلی در مورد این رسالات تشویق شدم و بنا شدم از مطالعه این رسالات، اینه که ممکنه من منصبی در کلیسا نداشته باشم، ممکنه همینطور شما یک ایمانداری باشید که عضو کلیسا هستید ولی در مقام رهبری کلیسا نیستید. خودتون رو بیگانه با این رسالات نبینید. چرا؟ به خاطر اینکه یه نکته خیلی مهمی رو در این رسالات گوشزد میکنه نویسنده، و اون اینه که خادمان جوان چجوری باید باشون برخورد بشه. اونها احتیاج به اعتماد به نفس دارن. در کلیسایی که شاید افراد مسن هم هستن، مثل کلیسای افسوس که دیدیم خیلی مشایخ به اصطلاح معروفی داشت و اینها، و تیموتائوس اونجا بوده، شاید خیلی ها او رو قبول نمی کردن. و این برای امروز ما هم هستش. چرا؟ چون که خدا شکر میکنیم برای کاری که خداوند داره در بین ایرانیان انجام میده، در کلیساهای ایرانی انجام میده، و ببینید که خیلی از افرادی که واقعا از قوم ما، از ملت ما به مسیح ایمان میارن، خیلی از جوانان هستن و خدا چه کار عظیمی رو داره در بین جوانان انجام میده. پس من فکر میکنم این رساله به خیلی از افراد با تجربه تر، افراد شاید مسن‌تر در ایمان، این پیام رو میده که این خادمان جوان رو باید قبول کنیم، اونا رو باید تقویت کنیم، اونا رو باید تشویق کنیم، نه اینکه اونها رو برونیم، اونها رو دل سرد کنیم، یا اینکه به دیده تحقیر یه جوری به اونها نگاه کنیم که اونا حس کنن که واقعا پذیرفته شده نیستن. کلیسای جوان ایران احتیاج داره به تشویق و تقویت، احتیاج داره که آموزش داده بشه، احتیاج داره که اعتماد به نفس این جوانان بیشتر و بیشتر بشه. من کلیساهایی رفتم که خب اعضایی بوده که مسن بودن، خانواده بودن همینطور، و یه شخص جوانی رو که شاید مجردم هستش در اونجا به خدمت گماشته شده، واقعا خدا رو دوست داره، واقعا اشتیاق داره برای خدمت، ولی وقتی که پای صحبت او میشینی میگه که نمیدونم، خیلی ها من رو قبول نمی کنن، خیلی هستن که خانواده دارن، به هر حال خیلی سنشون از من بالاتره، ولی نسبت به حرفا و به اصطلاح مشورت هایی که من میدم زیاد مثل این که جدی نیستن، مثل که من هم باید صبر کنم، سالها بگذره، شاید به قول معروف پیرن بیشتری پاره بکنم تا بتونم به تجربه اونها برسم و بتونم کلیسای مسیح رو خدمت کنم. نه، این پیام درستی نیست. رسالات شبانی به ما میگه که نه، اینها خادمانی هستن که خدا اونها رو انتخاب کرده، خدا اونها رو داره چیه میفرسته تو این کلیساها. اگه خدا تایید کرده یک خادمی رو، اگه خدا به او یک مأموریت مهم داده در کلیسا، در بدن مسیح، ما که اعضای کلیسا هستیم باید این شخص رو حمایت کنیم، نه اینکه جلوی او بیستیم و اون اقتدار او رو زیر سوال ببریم، رسالت او رو زیر سوال ببریم. و این چیزها من فکر کنم پیام رسالت شبانی خیلی در این قسمت تقویت کننده هستش. نکته دیگه که از رسالت شبانی میشه گرفت اینه که واقعا وقتی که هر جایی چیزی رو برحذر میداره پولس خادم رو، به جای اون یه چیز مثبتی رو میگه. وقتی میگه از شهوات جوانی بگریز، این نیست که فقط یک پیام منفی میده. خب بگریز. بعضی موقع سوال ممکنه یه نفر بیاد جنگی داره با یک عادتی که بدی در شخصیتشه، میگه خب من نباید این عادت رو انجام بدم، خب ولی چی کار کنم؟ ولی خیلی جالبه که پولس در این عبارات بخش مثبتش رو هم میگه، میگه تو از این شهوات بگریز، ولی در ایمان، اعتماد و اون آرامش و صبر چیه نمونه باش. یعنی یک کار مثبتی انجام بده تا در شخصیت تو این جا بیفته و بتونن عادت بد تو رو هم چیه از شخصیت تو بگیره. و مطمئناً ما میدونیم که روح القدس در ما کار میکنه. اگه بینندگان عزیز، اگه ایمانداران عزیز، کسایی که این برنامه رو میبینید و واقعاً شاید اون شهامت و جرأت خدمت مسیح رو ندارید، فکر میکنید یک
یک واقعاً چالش خیلی بزرگی برای شما هست، من فکر کنم به رسالات شبانی مراجعه کنید. تشویق میشید. چقدر پولس خودمونی و خیلی راحت با این دو خادم جوان صحبت میکنه. اونا رو بلند میکنه. اونا رو واقعاً به خودشون حتی میقبولونه. چون بعضی موقعاست که به خود تیموتائوس هم میگه که به اون عطایایی که به تو داده شده بی‌اعتنا نباش. یعنی تو خودت هم مثل این که داری بی‌اعتنایی میکنه، خودت هم خودت رو قبول نداری. میگه نبوت‌هایی که در موردش تو شد اونها رو به یاد بیار و باعث تقویت تو خواهد شد. پس خدا رو واقعا شکر میکنیم. تشویق میکنم شما رو که چه ایماندار عادی چه در خدمت تمام وقت کلیسا باشید، واقعا این نامه‌های شبانی رو بخونید، آرام و دقیق با جزئیات بخونید. میدونم غذای روحانی به دست خواهید آورد. خدا شکر میکنیم ما به انتهای برنامه امروز خودمون رسیدیم، به انتهای نامه های شبانی رسیدیم، ولی ما هنوز یک رساله دیگر رو داریم به عنوان پایان رسالات پولس و اون رساله شخصی و کوچکی هست به اسم فیلیمون. منتظر باشید تا برنامه بعد که ما اون رساله واسه حسن ختام عهد جدید نامه های پولس رو با هم بررسی خواهیم کرد و مطمئناً پیام‌های عالی روحانی از اون رساله کوچک هم میتونیم دریافت کنیم. پس خدا رو شکر میکنم، واقعاً ممنونم که پای صحبت‌های ما نشستید، پای این تعلیم نشستید. تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.